امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماری، مقاله رو مثلا یک نشریه چینی ننوشته، فاینانشال تایمز نوشته، و به نظر میاد که این نگرانی به جد وجود داره که اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها به طور کل از جمله بریتانیا شاید بیش از اندازه روی حمایت‌های آمریکا به خصوص حمایت‌های نظامیش حساب باز کردن و آمریکا عملاً متحد بسیار قوی نداره در معادلات بین‌المللی. به هر حال متحد قوی آمریکا هست اتحادیه اروپا، ولی از نظر اقتصادی فاصلهشون داره هر روز زیادتر میشه. یعنی بعد از جنگ اوکراین درست هستش که رابطه اروپا و آمریکا از نظر سیاسی قدرتمندتر شده، ولی فاصله اقتصادیشون داره بیشتر میشه. در این مقاله به نظر من نکات خیلی جالبی اشاره کرده، از جمله که مثلا در سال 2008 که رکود اقتصادی بود، اون موقع سایز یا اندازه اقتصاد اروپا یه مقداری بزرگتر از اقتصاد آمریکا بود، ولی در سال 2022 که سال گذشته هستش، اقتصاد آمریکا تقریبا میشه گفت 50% بزرگتر از اقتصاد اتحادیه اروپا. این شکاف در واقع برمیگرده به مسائل مختلف اقتصادی که شما همش اشاره کردید. مثلا در مورد شرکت‌های بزرگ تجاری ما می‌بینیم که اکثر قول‌های تجاری آمریکا در اروپا به هر حرف اول رو می‌زنن، از مایکروسافت گرفته تا آمازون و اپل. بعد از طی سال‌های گذشته اروپا نتونسته که خودش یک شرکت‌های بزرگی رو مثل اون چیزی که چین کرده در این حوزه بیافرینه و رشد بده و به هر حال رقابت بکنه. بنابراین ما می‌بینیم که بین 20 شرکت بزرگ دنیا هیچ شرکت‌های اروپایی فقط ما دو تاشون رو داریم که مثلا تو اون لیست هستن. وقتی به دانشگاه ها میریم به همین ترتیب، میریم وقتی که به هر حال در آمریکا دانشگاه ها جایی هستن که تغذیه میکنن صنعت آمریکا رو، جایی هستن که شرکت دانش بنیان رو تغذیه میکنن. ما در بین دانشگاه های به هر حال معتبر جهان در 30 تا اولی ما فقط یک دو تا از اروپا میبینیم و یا آمریکایی هستن یا چینی هستن. حالا انگلیس هم به خاطر آکسفورد و کمبریج و امپریال کالج و اینها تونسته که تون لیست قرار بگیره، ولی میبینیم که فاصله در حوزه دانشی هم زیاد هست. و اگر جایی بوده که مثلا اروپایی‌ها تونستن که مثلا یک شرکت خیلی موفقی داشته باشن، در اونجا میبینیم که مثلا آمریکایی‌ها اونها رو می‌خرن. مثال خوبش شرکت اسکایپ هستش که در سال 2011 مایکروسافت اونو خرید و یه شرکت دیگه هستن که مثلا گوگل و جای دیگه میان اونا رو میخرن. حالا چرا اینجوری هستش؟ مسئله اصلی این هست که در آمریکا سرمایه زیادی وجود داره، در دسترس هست و راحت در جریان هست، مقررات کمتری برای سرمایه گذاری هست، منابع بسیار زیاد داخلی وجود داره برای برحال تجارت ها، و همینطور سوخت بسیار ارزون تر هستش. الان در اروپا یه نکته که به نظر من اشاره کرده نشوندنده این هستش که حالا هر چقدر آمریکا حمایت بکنه از نظر سیاسی، ولی اینا واقعیت اقتصادی هستش که کارش نمیشه کرد. سوختی که در آمریکا هست خب به مراتب ارزون تر هست از سوختی که در اروپا هستش، و با بسته شدن شیر انرژی روسیه از اروپا عملا شرکت‌های اروپایی مجبور هستن که 3-4 برابر در واقع بخرن این سوخت رو، و باعث شده که برخی از شرکت‌ها حتی در واقع کارشون به تعطیل بکشه. در مجموع نشون دهنده این هستش که آینده اروپا در واقع یعنی اون آرزویی که داشتن برای یک استقلال راهبردی در واقع در حال خطر هست و بعید هستش که بتونن بهش برسن. ممنونم از شما امید معماری، روزنامه‌نگار از دیترویت.